مرد تانک ها یا شورشی ناشناس. این عکس در 5 جون 1989 در میدان تیانانمن شهر بیجینگ در مرکز جمهوری خلق چین گرفته شده است. مردی با کیسه های خریدش در دست در مقابل صفی از تانک ها ایستاده و مانع از پیشروی آنها شده است. مجموعه 4 توده آهنی بزرگ در عکس که هر کدام به تنهایی فضای مضطرب و پرخطر را در ذهن تداعی می کند، در مقابل انسانی کوچک جثه از حرکت باز ایستادند. این عکس را جف وایدنر، عکاس آمریکایی خبرگزاری اسوسییتد پرس که برای پوشش خبری این تظاهرات در چین به سر می برد گرفته است. با وجود اینکه عکس‌های دیگری هم از این لحظه و از زوایای متفاوت گرفته شد، اما عکس جف وایدنر چند ساعت بعد از طریق آژانس اسوسییتد پرس به صورت گسترده‌ای در سراسر جهان منتشر شد و تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات معتبر جهان قرار گرفت و توجه جهان را به تظاهرات اعتراضی در چین جلب کرد. یو هاوبانگ دبیر کل حزب کمونیست چین و از رهبران نسل دوم انقلاب چین بود. او از اصلاح طلبان حزب دموکرات چین و سمبل مبارزه در مقابل حکومت به حساب می آمد. مرگ او در 15 آوریل 1989 موجب شد که در ابتدا طرفداران او اجتماعات مسالمت آمیزی را در اعتراض به شرایط ناپایدار چین و فشارهای دولتی در میدان تیانانمن آغاز کنند. این اعتراضات که بیش از یک ماه ادامه داشت، با افزایش جمعیت و حضور نیروهای نظامی به تظاهرات و درگیری‌های خشونت‌آمیزی منجر شد که بیش از 20 هزار نفر در آن از بین رفتند. جف وایدنر که برای پوشش خبری آن تظاهرات به چین سفر کرده بود، درباره شرایط آنجا و عکس مرد تانک‌ها می‌گوید: دولت چین به شدت سعی می‌کرد که خبرهایی رو که از این تظاهرات منتشر میشه کنترل کنه. به همین دلیل عکاسی در این شرایط بسیار سخت و با محدودیت‌های زیادی همراه بود. هر لحظه امکان دستگیر شدن و از بین رفتن نگاتیف‌ها هم وجود داشت. جف میگوید با وجود اینکه سرمای شدیدی خورده بودم و ضربه‌ای که یکی از تظاهرکنندگان دیروز به سرم زده بود، هنوز کمی گیج بودم. روز 5 جون دوربینم رو زیر کتم مخفی کردم. خودم رو به هتل بیجینگ که در وسط میدان بود رسوندم و از طریق یکی از دانشجویان خارجی که اونجا ساکن بود به اتاقش در طبقه 6 که بالکن خوبی مشرف میدان داشت رفتیم و من شروع به عکاسی از تظاهرکنندگان و شرایط اونجا کردم. دیدم که صفی از تانک ها به طرف میدان میان. خودم رو برای عکس از اونها آماده می‌کردم که دیدم مردی با ساک‌های خریدش در جلوی تانک ها قرار گرفت. اولش ناراحت شدم که چرا این مرد کادر من رو خراب کرده، ولی موقعیت استثنایی بود و من در فرصت کوتاه به دست اومده تونستم 3 فریم عکس از اون بگیرم. 2 فریم اول کمی تار بود، ولی فریم آخر قابل قبول بود. بعد از اون تانک‌ها چند بار سعی کردند که از کنارش رد بشن، ولی او هر بار با جابجایی حرکت تانک‌ها رو متوقف می‌کرد. حتی روی تانک جلویی رفت و سعی کرد چیزهایی به اونها بگه، ولی در نهایت توسط دیگر تظاهرکنندگان از جلوی تانک‌ها کنار برده شد. این عکس همان سال نامزد دریافت جایزه پولیتزر، معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری آمریکا شد. جف وایدنر، عکاس این عکس، در 11 آگوست 1956 در شهر لانگ بیچ ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. او عکاسی را از سنین نوجوانی آغاز کرد و انتخاب یکی از عکس‌هایش در بین 8000 عکس محصلین دبیرستانی که جایزه‌اش سفر به کنیا و تانزانیا بود، او را تشویق به تحصیل در رشته عکاسی خبری کرد. او در 24 سالگی به عنوان عکاس خبری در روزنامه‌ای در بلژیک مشغول به کار شد و در سال 1987 به عنوان ادیتور عکس برای آژانس اسوسییتد پرس در تایلند استخدام شد. او تا به امروز اخبار و رویدادهای مهم دنیا، از جنگ تا المپیک، زندگی مردم عادی و شخصیت‌های سرشناس دنیا را در بیش از 100 کشور دنیا عکاسی کرده است. آثارش در روزنامه‌ها و مجلات معتبر دنیا متعدداً به چاپ رسیده، جوایز و تقدیرنامه‌های فراوانی دریافت کرده و سخنرانی‌های متعددی در دانشگاه‌های معتبر دنیا انجام داده است. او اولین عکاس خبری است که مجموعه‌ای از عکس‌های دیجیتالی از قطب جنوب تهیه کرده است. جف هم‌اکنون در هامبورگ آلمان زندگی می‌کند. عکس مرد تانک‌ها به عنوان یکی از 10 عکس مهم و تأثیرگذار دنیا تا به امروز شناخته شده و در سراسر جهان به غیر از چین که انتشار آن را ممنوع کرده، بارها و بارها به اشکال مختلف انتشار یافته است. در مورد هویت واقعی عکس مرد تانک‌ها یا شورشی ناشناس تا به امروز نظرات متفاوتی وجود داشته، ولی شاید همین بی‌هویتی او به جهانی شدن این عکس بیشتر کمک کرده است.
نماد مقاومتی صلح‌آمیز علیه سرکوب خشونت‌آمیز. او الهام بخش حرکت‌های صلح‌آمیز بسیاری در سراسر جهان شد که تا به امروز به شکل‌های مختلف در گوشه و کنار جهان دیده می‌شود.